بین دو تا رشته موندم، یکی اینکه حالا من الان دانشجو دکترای ژئوتکنیک هم، ولی بین اینکه بخوام با ارشد ژئوتکنیک اقدام کنم یا مثلا با لیسانس هم بخوام رشته مثلا مدیریت پروژه ساخت اقدام کنم، چون حالا تحقیقاتی که کردم مثلا اون ارزیاباش فرق میکنه و نحوه ورودش فرق میکنه و اینا، چون همین صحبتی که شما گفتین واسه زمان، خب اگه فکر کنم سازمان ای ای باشه من باید مثلا همون اول بخوام یه مدرک زبانی ارائه بدم و اینا، خب این شاید 5 6 ماه طول بکشه واسه که حداقل 10 امتیاز بگیرم، ولی اون طرف فکر کنم ودسس چرا در ببخشید عذر میخوام، خب چرا در امتیاز بگیریم، امتیاز نگیریم، آی سی 6 بیاریم، پی تی 5 بیاریم؟ به تاثیر نداره؟ نه سوال من نبود تاثیر داره، نه میگم چرا بیاریم، خب امتیاز بیشتری داشته باشم دیگه از این جهت، چون نمیدونم خب نه چرا بیشتر، خب اونای دیگر رو نمیدونم آیا کامل میشه یا نه، مثلا من چون دانشجوی دکترا مدرک ژئوتکنیک هم شده اصلا ارشدم آزاد نشه، چون اینا الان یه چیزی گذاشتن که از بالا میان به پایین، من لیسانس هم آزاده خب، ولی شاید نتونم اصلا ارشدم آزاد نه کنم. نه متوجهم، ببین اون سواله هنوز سر جاشه، چرا بری آزاد کنیم، دلیلش چیه، چرا حتما باید همه امتیازها رو جمع کنیم بعد بریم اقدام کنیم، من سوالم اینه چه اصراریه به این، شما الان سنتون 30 تا داره میگیره، مجردیتون 10 تا داره میگیره، مدرک تحصیلیتون 15 تا داره میگیره، سابقه رم حالا ما فرض رو بر 93 لیسانس 93 میذاریم 15 تای کامل رو سابقه، زبان هم امتیاز نمیدیم، دکترا هم نمیخوایم، خیلی خب این میشه 70 امتیاز. خب الان چه اصراریه که شما این 70 رو بکنی 85؟ خب من فکر کنم واسه این ای چیز هستش، یعنی یه پوان مثبت بعدن واسه ویزا که نیاز باشه مثلا زبانو داشته باشم در امتیازش، یعنی علاوه بر امتیازی نمیدونستم فکر میگم شاید چه پوان مثبتی، من الان به شما یه دونه ویزای 189 میدم با امتیاز 65، یه دونه هم به مثلا به دوستمون ویزای 189 میدم با امتیاز 1500، تو ویزاهاشون چه تفاوتی وجود داره؟ من این خود ویزا گرفتنه، چون من یکی از دوستان ملبورنه مثلا با اینکه اونجا بود، حالا میگن الان شرایط آسون شده، ولی مثلا میگه با 80 85 اقدام کرد، نه میگفت عزیز آقای دکتر میگفت ولش کن، ما توی مهاجرت مثل قیمت دلاره، الان میگم مثلا قیمت دلار یه زمانی 1000 تومان بوده، خب بوده که بوده، الان 25000 تومانه دیگه، الان ما بگیم اون روز بوده که مثلا من رفتم باشین ماشین خریدم، خب خریدی الان که نمیتونی بخری، اونو ولش کن، شما ما داریم در مورد امروز صحبت میکنیم، امروز چرا شما میخواین به جای امتیاز 70 با 85 وارد سیستم بشین؟ خب من شاید حساب کردم مثلا امتیاز کاریمو نداده بودم شاید به 70 میرسید یا 65 میرسید، یعنی من 65 میگم آیا 65 برسه اوکیه؟ 50 برسه اوکی، 50 و 65، برای اینکه ما با 50، حالا 50 رو میگم برای بقیه دوستان، شما که همجور بای دیفالت 70 رو دارید، برای کسی به 50 برسه ویزای 491 رو میتونه بره اپلای کنه، به 60 برسه ویزای 189 رو میتونه اپلای کنه، به 189 برسه ویزای 60 برسه 190، 65 189، شما که الان 70ی بالاتر از همه ویزاها هستی، ولی میگی من الان نمیخوام اپلای کنم، خب برم 85 هم بعد بیام اپلای کنم، دلیل یه سوال ساده، دلیلش چیه که این کارو بکنی؟ خب میگم من شاید برای 189 حساب میکردم، بعد سابقه کارم بین 5 تا 8 گرفته بودم، خب با اونجوری هم حساب کنی باز 65 امتیازی میشه. آره دیگه همون حس کردم خیلی لب مرزه، مشکل شاید نمیدونم، شاید فکر کردم چون لب مرزه خیلی اوکی نباشه. نه یه چیز کاملا غلط و اشتباس میگم، امروز امروزی که ما الان داریم با هم صحبت میکنیم 65 امتیازی های درفتر و کانستراکشن و انجینیر منیجر ها همه گرفتن، همشون، تازه تو ستاراند قبلی هم میگرفتن، امروز دیگه درو کرد از کف همه رو، خب مگه اونا 65 امتیازی نبودن؟ با این منطق شما که هیچ کدومشون نمیتونستن بگیرن، چون چونشون ببین ما تو مهاجرت زنبیلمون رو میذاریم بعد میریم توشو پر میکنیم، شما میگی من نمیخوام زنبیلمو بزنم، میرم اول پرش میکنم، دستمو پر میکنم به خاطر دلیل شخصی، من نمیدونم اون دلیل چیه، حتما دلیل داره، شما دکترم شدین حتما اون نگاهو داشتین که موفق تو اون بر موفق، ولی موفقیت مهاجرت اصلا اونجوری نیست مثل اون، شما مجبور شی با زنبیل پر بری، اینجا باید با زنبیل خالی بیای، زنبیل خالی چیه؟ 50 امتیاز بذاریش اونجا بعد بری زنبیلتو بعد بذاری
پرش یه چیزی بیاری بذاری داخل زنبیل، اونا چی هن؟ امتیاز. بری امتیاز بگیری بیاری بذاری اون تو، امتیاز بگیری بذاری اون تو، امتیاز بذاری صفحه تو جا به جا میکن. مثلا الان 100 نفر جلوترن، 5 امتیاز اضافه میکنی، زنبیل تو برمیداری میبری میذاری نفر 80. بعضی وقتا هم ممکنه که اصلا یه دونه اتوبوس بیارن کل صف رو جارو کنن ببرن، هر کی تو اون صفحه هست، مثل اتفاقی که الان افتاده دیگه توی درفتر و انجینیر منیجر و خیلی از رشته ها، اتوبوس زدن مترو همه رو دارن خالی میکنن میبرن. حالا شما از اون پشت بودو بودو بگو وایسا وایسا من دارم میام با 75 امتیاز، بیا الان که نیستی، من 65 رو بردم، خداحافظ شما، تو حالا بیا 75 فعلا صفحه تو بذار اونجا، من میریم دوباره برمیگردیم میایم، اگه شد تو رو میبریم دوباره. بس اینه، شما دارین این کارو میکنین. شما باید با مینیمم وارد سیستم شین، بعد در سیستم افزایش بدین خودتون، نه اینکه برین افزایشتون رو بدین. این متد امروزه ها، 3 سال پیش من اصلا این متد نمیرفتم اصلا، تازه من میگفتم اسسمنت هم نکن 3 سال پیش، چون اصلا چیزی داده نمیشه، اتوبوسی نمیومد جمع کنه بره، شما میرفتی اسس میگرفتی زنبیلتو میذاشتی، زنبیلت فاسد میشد چون سالم اون زنبیله، بعد تمدیدش کنی با زنبیله توش فاسد میشد هر چی گذاشته بودی. الان دیگه اینجوری نیست، با احتمال بالایی فاسد نمیشه، تا قبل از اینکه اون 3 سال اعتبار تموم بشه میان شما رو برمی‌دارن میرن. برای همین متدی که شما دارین میرین با متد قدیم دارین میرین جلو، ولی امروز همه چی عوض شده، شما متدتون باید عوض کن. یه رشته انتخاب میکنین، اسسمنت میکنین، یه دونه نمره زبان میگیرین، میذارین زنبیل توی صف، میرین دنبال ادامه ماجرا. شما برین دنبال نمره زبان، بعد در ادامه نمره زبان بالاتر، پیتی 65، من نمیگم نیارین، بیارین، حالا برین الان بعدش پیتی 65 بیارین، دکتراتون رو بیارین دوباره بذارین تو زنبیل، 5 امتیاز اون زیاد میکنه. بعد حالا هر جایی قطاره اومد جمع کرد با 65 اومد، 65 میرن تو، ممکن شما بریم اون تو وسط، نیمت با 65 قراره با 70 بیاد تو، فاصله شما میاد امتیازو میذاری اون تو، 70 یارو میاد جمع کنه میبره. مسئله اینه،